این روزها مشغول مطالعه کتابی درباره شینرینیوکو هستم. شینرینیوکو یه لغت ژاپنیه که متاسفانه هیچ کتاب فارسی دربارش پیدا نکردم. شینرینیوکو یعنی حمام جنگل. نوعی حرکت در جنگل که باعث درمان بعضی بیماری ها و کسب انرژی میشه به دلیل یون منفی فراوانی که توی جنگل هست و رایحه خاصی که خاک جنگل و برگ و پوسته بعضی درختها از خودشون آزاد میکنن. توی بخشی از کتاب به یکی از جنگل‌های ژاپن اشاره شده و افسانه‌ای که از اونجا نشأت گرفته. نویسنده کتاب اون افسانه رو خیلی خلاصه مطرح کرد. به این صورت که یه ماهیگیر جوان ژاپنی به اسم اوراشی ماتارو که در روزگار قدیم زندگی میکرد، یه روزی دید چند تا بچه در حال آزار دادن یه لاک‌پشت هستن و اون لاک‌پشت رو از دست بچه‌ها نجات داد. لاک‌پشت برای تشکر از اون میبرتش به سرزمین فرمانروای دریا که زیر آب دریا بود. و ماهیگیر جوان چند روزی اونجا میمونه و وقتی دلش برای خانواده‌اش تنگ میشه و میخواد برگرده، ملکه بهش یه جعبه کادو میده. و بهش میگه هرگز و تحت هیچ شرایطی نباید اون جعبه رو باز کنه وگرنه اتفاق بدی براش میفته. اوراشیما از زیر دریا برمیگرده به سرزمین خودش و میبینه که پدر و مادرش خونه نیستن. با خودش فکر میکنه که شاید رفتن سفر. برای همین هم شروع میکنه به گشتن دور محل زندگیش و میبینه همه چیز تغییر کرده. یهو یاد اون جعبه میفته و به سرش میزنه که بازش کنه. جعبه رو که باز میکنه یه دود ازش خارج میشه و یهو اوراشیما به شکل پیرمرد نحیفی در میاد و به خاطر میاره مدت زمانی که زیر دریا و در کنار ملکه ماهی ها بوده چند صد سال بوده، نه فقط چند روز. و اینطوری داستان به پایان میرسه. به نظرم خیلی داستان بی سر و تهی می اومد و کمی دربارش جستجو کردم. متوجه شدم یه بخش خیلی مهم داستان رو نویسنده جا انداخته. البته کتاب درباره شینرینیوکو هست و لزومی نداشت به تفصیل درباره این داستان نوشته بشه. اما به نظرم نکته‌ای که نویسنده این کتاب جا انداخته بود کلید حل معمای داستان بود و پاسخ خیلی از سوالات ما توی زندگی. ماجرایی که با جستجو در اینترنت درباره قهرمان داستان که اوراشیما تارو بود خوندم این بود که وقتی لاک‌پشت رو از دست بچه‌ها نجات میده با خودش میگه لاک‌پشت‌ها چند صد سال عمر میکنن. چی میشد اگه منم میتونستم چند صد سال عمر کنم؟ و بعد لاک‌پشت رو به دریا میندازه و لاک‌پشت برمیگرده و بهش میگه میخوای بیای سرزمین فرمان روای دریا رو که زیر آب هاست ببینی؟ اوراشیما میپذیره و همراه لاک‌پشت به قصر فرمان روای دریا میره. در اونجا لاک‌پشت به یه ملکه زیبا تبدیل میشه. اوراشیما با ملکه ازدواج میکنه و چند روزی اونجا میمونه و در نهایت دلش برای خانوادش تنگ میشه و میخواد برگرده به خشکی که ملکه دریا اون جعبه رو بهش میده و میگه هرگز بازش نکنه. نمیدونم تا اینجا متوجه مورال داستان یا همون درس اخلاقی شدید یا نه. داستان ها همیشه میخوان یه درس مهم بهمون بدن و به نظر خودم اصل اساسی این داستان و بخش مهمش اون جاییه که اوراشیما با گرفتن لاک‌پشت روی دستش آرزو میکنه که ای کاش میشد مثل لاک‌پشت چند صد سال عمر کنه و اینکه لاک‌پشت تبدیل میشه به یه ملکه زیبا. یه جمله معروفی توی زبان انگلیسی هست که میگن Be careful what you wish for, it may come true. یعنی حواست باشه چه آرزویی میکنی چون ممکنه برآورده بشه. اوراشیما آرزو میکنه که ای کاش میشد چند صد سال عمر کنه و بعد لاک‌پشت اون رو میبره به سرزمین فرمان روای دریا که در واقع اونجا چند صد سال عمر میکنه. به نظرم اون کسی که این داستان رو ساخته میخواسته بگه هر زمانی که ما آرزویی میکنیم دروازه هایی برای برآورده شدن آرزوهامون باز میشن، اما نه به اون شکلی که میخواییم. مثلا احتمالا اوراشیما
وقتی با خودش آرزو کرده بود که چند صد سال عمر کنه، به این فکر نکرده بود که اگه خودش چند صد سال عمر کنه، شاهد مرگ همه عزیزانش خواهد بود. او فقط یه آرزو کرد و تصوری درباره روند رسیدنش به آرزوهاش نداشت. و همچنین لاک پشتی که ظاهرا فقط یه لاک پشت بود، به یه ملکه زیبا تبدیل شد. یه اصطلاح دیگه هم توی زبان انگلیسی هست به اسم A blessing in disguise، یعنی نعمتی که در ظاهر به نظر نمیرسه نعمت باشه. معمولا وقتی یه مشکلی برای کسی پیش میاد میگن It's a blessing in disguise، یعنی که یه مسئله در ظاهر بده اما در واقع حاوی درسی یا نکته مثبتی هست، در نهایت خوش خواهد بود. خیلی وقتها اینطوریه که ما یه آرزویی میکنیم و تصور میکنیم آرزوی ما باید بدون طی مراحل لازم برآورده بشه. مثلا آرزو میکنیم که ثروتمند بشیم و تصورمون این هست که یهو یه صندوق پول از آسمون میفته جلوی پامون، اما در عوض همون شغلی که داشتیم رو هم از دست میدیم که در واقع کمکیه به ما. It's a blessing in disguise. اما ما متوجه نیستیم. تجربه خودم در این باره اینه که سالها پیش که تدریس خصوصی داشتم و از صبح تا شب از این خونه به اون خونه میرفتم برای تدریس، دیگه خسته شده بودم. با خودم میگفتم خستم. دلم نمیخواد برای دیگران کار کنم. چون یه مؤسسه زبان که به صورت خصوصی کار میکرد، اون زبان آموزها رو معرفی میکرد و بهم حقوق میداد بابت تدریس های خصوصی. به نظر خودم کاری که میکردم خیلی بیشتر از دستمزدی بود که دریافت میکردم. اون زمان بعضی ها به هم میگفتن که بهتره برای خودم کار کنم و جایی رو اجاره کنم تا زبان آموزها اونجا بیان. اما من با خودم فکر میکردم آخه اینایی که کلاس خصوصی میخوان حاضر نیستن از خونه خودشون بیان بیرون تا توی دفتر کار من اونجا زبان یاد بگیرن. اما این آرزوی کار کردم برای خودم رو داشتم. وقتی دیدم که هر چقدر با مؤسسه کنار میام تأثیری روی دستمزدم نداره، قید همه چیو زدم. گفتم اصلا بیخیال، دیگه نمیخوام این کار تدریس خصوصی برای این مؤسسه رو انجام بدم. و فکر کردم دیگه هیچ زبان آموزی نخواهم داشت و درآمدم رو از دست میدم و باید به فکر شغل دیگه ای باشم. اما بعضی از زبان آموزهای قدیمی افراد جدیدی رو بهم معرفی کردن و آروم آروم کار تدریس خصوصی رو از سر گرفتم، با این تفاوت که دیگه مؤسسه یه واسطه‌ای وجود نداشت که بخواد بهم حقوق بده و خودم تعیین می‌کردم که دلم می‌خواد با یه زبان آموزی کار کنم یا نه و خودم میزان شهریه رو تعیین می‌کردم. این وضع هم مدتی ادامه داشت و من واقعا خسته بودم از تدریس و همچنان دلم می‌خواست کارم طوری بود که مجبور نبودم از صبح تا شب از این خونه به اون خونه برم. وسط اون اوضاع یه روز توی یه کتاب فروشی بودم که یهو حالم بد شد. یهو نقش زمین شدم و کارمندای اونجا زنگ زدن آمبولانس بیاد. به هم سرم وز کردن، کمی بهتر شدم و برگشتم خونه. چند روز بعد دوباره حالم بد شد، خیلی بدتر. و خوشبختانه اون روز خونه بودم و خواهرم کنارم بود. احساس کردم کل انرژی بدنم یهو تخلیه شد. با زحمت تونستم فقط کلمه آمبولانس رو به زبون بیارم. خلاصه اینکه 3 روز بیمارستان بستری بودم و تمام بدنم درد داشت. هیچ انرژی نداشتم و یه سر دراز کشیده بودم روی تخت. خواهرم به همه زبان آموزهام اطلاع داد که فعلا بستری هستم. در طول اون 3 روز کلی آزمایش خون ازم گرفتن و اسکنم کردن و در نهایت یه پزشک جراح گفت که باید آماده بشم برای جراحی. وقتی اون پزشک بالای سرم اومد از شدت درد گریه می کردم. نمی دونستم که چی شد یهو اونطوری شدم. با خودم فکر می کردم آخه چرا باید یه همچین بلایی سرم بیاد. اونم توی اون اوضاع. کلاس هام رو از دست می دادم. منبع درآمدم از دست می رفت. خلاصه این که برای جراحی باید چند ساعت غذا نمی خوردم و به هم سرم بست بود و مدام به این فکر می کردم که قراره جای زخم جراحی برای همیشه روی بدنم بمونه. در این باره با پرستار بخش که بالای سرم اومده بود صحبت کردم. اون بهم دلداری داد که چیز خاصی نیست، مهم نیست. اما خودم در درونم نمیتونستم این وضع رو بپذیرم. به این فکر میکردم که بعد از جراحی مدت‌ها باید استراحت کنم
و دوره بستری طول میکشه. به خواهرم گفتم بره از پذیرش بیمارستان بپرسه اگه بخوام مرخص بشم و جراحی نشم باید چه کار کنم. هر چقدر از زمانی که بهم گفته بودم باید جراحی بشم میگذشت، بیشتر ترس جراحی به سراغم میومد و با خودم فکر میکردم این چه درسی برای من داره؟ این وضعیت چرا واسم رخ داده؟ همینطور که ترس از جراحی بیشتر و بیشتر میشد، حالم از اون وضع دردناک بهتر میشد. بالاخره تصمیم خودم رو گرفتم و گفتم من نمیخوام جراحی بشم. از جام بلند شدم و همراه خواهرم رفتم برگاه ترخیص رو امضا کنم. آخرین امضا رو باید از همون جراحی میگرفتیم که قرار بود جراحیم کنه. مجبور شدیم نیم ساعتی پشت در بخش جراحی منتظر بمونیم. وقتی اون پزشک بیرون اومد از من و خواهرم پرسید میخواید مرخصش کنید؟ حال مریضتون چطوره؟ من گفتم خودم هستم. باورش نمیشد، یه لحظه شوکه شد که منی که توی اون حالت درد داشتم و از درد به خودم میپیچیدم وایسادم اونجا. البته اون حال بی انرژی بودن ماها برام ادامه داشت. به زحمت میتونستم چند دقیقه سر پا وایستم. اون شب که به خونه برگشتم یهو یه فکری به ذهنم خطور کرد. یکی از دوستانم جایی رو قبلا اجاره کرده بود که پرداخت اجارش براش سنگین بود و همش روی این فکر بود که اجارش رو چطوری جور کنه. منم دنبال جا بودم برای تدریس. بهش گفتم من زبان آموزهام رو میارم اینجا پیش تو و در عوض نصف اجاره رو خودم پرداخت میکنم. اونم قبول کرد. اگه اون بیماری به سراغم نمی اومد و حالم اونطور بد نمی شد، هرگز اون تصمیم رو نمی گرفتم. چون درسته که خودم رو مرخص کردم از بیمارستان، اما تا ماها ضعف شدید داشتم و هیچ قرص و دارویی ضعفم رو درمان نکرد. خودم اون وضعیت رو نتیجه اصطلاح Be careful what you wish for it may come true می دونستم. چون من دلم میخواست مجبور نباشم از این خونه به اون خونه برم برای تدریس. و اگه دست خودم بود، هیچ وقت اعتماد به نفسش رو پیدا نمی کردم که به زبان آموزهام بگم من دیگه نمیام خونتون، شما بیاین پیش من. لازم بود دچار یه بیماری بشم تا از پا بیفتم، تا واقعا دیگه نتونم از این خونه به اون خونه برم. البته خیلی از زبان آموزها نپذیرفتن که پیشم بیام و ترجیح دادن به سراغ مدرس دیگه ای برم. و اگه من اونقدر ضعیف نشده بودم فوراً حرفم رو پس میگرفتم و میگفتم باشه من میام خونتون. اما به دلیل ضعف شدید چاره ای جز بی خیالی نداشتم. و تازه بعدش که توی اون دفتر کار تدریس میکردم، اونقدر کار تدریس به هنجرم فشار آورد که نمیتونستم بیشتر از 2 کلاس در روز داشته باشم. سر سومین کلاس اونقدر سرفه میکردم که مجبور میشدم کلاس رو کلن کنسل کنم. باز هم به بن‌بست خورده بودم تا اینکه تصمیم گرفتم کلاس ها رو که عمدتاً به دلیل خصوصی بودن شامل زبان آموزهای تنبلی میشد که برای یادگیری به خودشون هیچ زحمتی نمیدادند کنسل کنم. شروع کردم به تولید ویدیوهای آموزش زبان و به مدت 1 سال فقط با پسندازم زندگی کردم و با خودم فکر کردم این شکل خیلی بهتره. مجبور نیستم با زبان آموزهای بهونه جویی که مدام بهونه میارم واسه درس نخوندن سر و کله بزنم. این شکلی اگه کسی خواست واقعا زبان رو به شکل اصولی یاد بگیره میتونه از پشتیبانیم استفاده کنه و دیگه زبان آموزهای گهی تند و گهی خسته و تنبل سر راه هم قرار نمیگیرن که با بهونه هاشون برای درس نخوندن بخوان اعصابم رو خورد کنن. همه ی اون اتفاقا افتاد تا برسم به اون جایگاهی که دلم میخواست داشته باشم، اما جرأت حرکت به سمتش رو نداشتم. اگه حالم بد نمیشد، اگه توی بیمارستان بستری نمیشدم، اگه ضعف جسمی شدید به سراغم نمیومد، هرگز راضی نمیشدم از کارمندی بیرون بیام و مطمئنم تا حالا مشغول کارمندی برای اون مؤسسه بودم. من حتی جرأت این رو نداشتم که از پسنداز چندین سالم استفاده کنم و تصور میکردم پسنداز رو باید برای همیشه نگه داشت. یعنی جرأت ریسک کردن و خرج کردن کل پسندازم رو نداشتم. اما وقتی دیدم چاره ای نیست، مجبور شدم همش رو خرج کنم تا به چیزی که میخواستم برسم.
از طرفی زمانی که اون آرزوی استقلال کاری توی سرم بود، اگه کسی بهم میگفت برای رسیدن به این استقلال باید حالت بد بشه، حسابی مریض بشی، کلی از زبان آموزها تو از دست بدی، حنجرت داغون بشه، بیکار بشی، بیپول بشی، مجبور بشی همه پس انداز تو خرج کنی، اصلا آرزومو پس میگرفتم. اما شد. به نظرم وقتی آرزوی میکنیم و آرزومون یه آرزوی شدید از اعماق وجودمونه، وقتی آرزومون روزها و شبها ذهنمون رو مشغول میکنه، نباید انتظار داشته باشیم یهو به نتیجه نهایی برسیم که آرزوی ماست. نه، بلکه اتفاقاتی که میفته چالش هایی هست که برامون رخ میده تا ما رو بکوبه به زندگی و زندگی رو بکوبه به ما، تا در نهایت چاره جز تغییر کردن نداشته باشیم. و این طوریه که به آرزومون میرسیم. چون به قول جیم ران، For things to change, you have to change. For things to get better, you need to get better. و اینکه اوضاع زندگیتون تغییر کنه، خودتون باید تغییر کنید. و اینکه اوضاع بهتر بشه، خودمون باید بهتر شیم. فکر میکنم اون زمان که آرزوی استقلال کاری داشتم، با خودم فکر میکردم برای اینکه این آرزو برآورده بشه، باید یهو یه نفر بیاد بگه بیا این دفتر کار بدون پرداخت هر گونه اجاره ای مال تو، بدون اینکه مجبور بشی ریالی از پس اندازت خرج کنی. و بعد زبان آموزان بیان بگن خانم مبشر زحمت نکش، بیا، نمیخواد بیای خونه ما، ما خودمون میایم دفتر کارت. و خب این یه خیال باطل بود. آرزوی من یه آرزوی شدید بود. واقعا میخواستم به استقلال کاری برسم و از این خونه به اون خونه نشم. عاشق کار کردن توی خونه بودم، اما جرأت و جسارت این که چون این تصمیمی بگیرم نداشتم. اما هر زمانی که آرزوی میکنیم، دروازه ها باز میشن. دروازه های کشوندن ما به مسیری که از طریقش به آرزومون خواهیم رسید. هر وقت این دروازه ها باز میشن، رنج شروع میشه. بدبختی شروع میشه. درد شدید شروع میشه. احساس بیچارگی در وجودمون فوران میکنه. و اینها همه نشونه است. نشونه این که افتادیم توی مسیری که قرار از طریقش به آرزومون برسیم. توی همچین وضعیتی انتخاب با ماست که با چالش ها همراه بشیم یا بنالیم و به قول انگلیسی زبان ها بگیم Why me God? Why me? چرا من؟ چرا این اتفاق باید برای من بیفته؟ اون اتفاق باید برای من میافتاد تا بفهمم میتونم چیزی رو که میخوام داشته باشم. شما هم یه آرزوی شدید برای رسیدن به هدف خاصی دارید. مثلا آرزو دارید که زبان انگلیسی رو به شکلی عالی یاد بگیرید و مکالمتون قوی بشه. تصورتون درباره مسیر رسیدن به این آرزو چیه؟ فکر میکنید یه روز صبح از خواب بیدار میشید و متوجه میشید که یه هویی بدون هیچ تلاشی زبان انگلیسی رو عالی بلدید. یا اینکه میدونید برای رسیدن به همچین آرزویی باید روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌ها تلاش کنید. من آزاده مبشر هستم، مترجم و مدرس زبان انگلیسی عمومی و آیلتس. و اگه دوست دارید زبان انگلیسی رو از سطح مبتدی تا پیشرفته و آیلتس به شکل درستی یاد بگیرید و در مورد آرزوتون واقع‌بین هستید، لطفاً وارد سایت به آدرس perfectyourenglish.net بشید و از منوی سایت از بخش از اینجا شروع کنید، کارتون رو شروع کنید. And remember, be careful what you wish for, because it might come true. حواستون به آرزوهاتون باشه. هر آرزویی که از ذهنتون بگذره، امکان برآورده شدن داره. به شرط اینکه حاضر باشید مسیر رسیدن بهش رو طی کنید. اگه آرزوی یادگیری کامل زبان انگلیسی رو دارید و حاضرید مسیر پرپیچ و خم رسیدن به این آرزو رو طی کنید، میتونم بهتون کمک کنم.